سلام خوش آمدید به یک درس دیگه از درس های آموزش زبان آلمانی از deutschpersichtv.com تو این درس میخوایم با هم دیگه دو تا فعل آلمانی رو یاد بگیریم فعل هایی هستن که خیلی کاربردی هستن یکیش از هست بوخن و دومی اب بوخن درست خیلی فعل ها رو ما با هم کار کردیم فعل های آلمانی بعضی هاشون پیشوند میگیرن همشون نه خیلی هاشون میگیرن و پیشوندهایی داریم که تقنبا هستند یا جدا شدنی هستند مثل اپ و پیشوندهایی هستند که جدا شدنی نیستن درست تمام اینها میتونه معنی اون کلمه رو عوض بکنه کل این فعل هایی که ما با هم کار کردیم و میتونین در وبسایت دوشپزشتیوی.com در پوشه وربن و یا همون فعل ها پیدا بکنید اول با هم چند تا جمله کاربردی میگیم و بعد با همدیگه دیگه رو هاشو مقایسه میکنیم از فعل بوخن شروع میکنیم بوخن یعنی چی؟ بوخن یعنی رزرو کردن به فرض آدم میزی و رزرو میکنه بیلیت رزرو میکنه بیلیت هواپیما قطار و خیلی چیزهای دیگه بوخن بوخن اول از همه صرفش میکنیم ایش بوخه دو بوخست ای بوخت زی بوخت اس بوخت وی بوخن ای بوخت و زی بوخن حالا فعلی که خیلی ما باشه پیش بند بگیره مثل آب بخوایم صرفش کنیم در زمان حال اون قسمت جدا شدنش میره ته جمله یعنی من به جای ایش بوخه که فل بوخن رو صرف کردم بخوام آب بوخن رو صرف بکنم میگم ایش بوخه آب درست دو بوخست آب ا بوخت اب زی بوخت آب اس بوخت آب وی بوخن آب ای بوخت آب زیبوخن آب میبینید که تنها اون قسمت جدا شدنی میره ته جمله قرار میگیره جمله اول میخوام بگم که من در از زمان حال رو میخوام بگم میگم که من همین الان دارم یک صندلی یا یک جا برای پرواز به ونیز رزرو میکنم یعنی جمله زمان حال همین الان داره این اتفاق میفته Ich buche یت einen Platz. für eine Flugreise nach Venedig Venedig در زمان آلمانی و یا وینیتیش هر دوتا رو می بگید یعنی ونیز یه شهر در ایتالیا Ich buche jetzt einen Platz für eine Flugreise nach Venedig می که اتفاق داره همین الان می زمان حال هستش einen Platz Platz به من یه, یه جا رزم تو فارسی هم همینو می گیم درست می گیم جا رزم می کنم für eine Flugreise, yani, ja ne, Safari bei alle Allein U-Bus putz ich Busreise. gewöhn, Busreise, und Amsalon nach Venedig, ja yani, ne, bei Schuhre Venedig. Beheimisch ich mir tun ich buche gerade eine Pauschalreise nach Ägypten. Ich buche gerade eine Pauschalreise nach Ägypten. یعنی من همین الان گقاده یعنی همین الان مثل یتس میمونه یک سفر پاوشال پاوشال غایزه یعنی سفری که به قول معروف آل انکلوسیف هستش یعنی سفری که شما به فرض هواپیما رو رزرو میکنید هتل رو رزرو میکنید و حالا شاید هم با صرف غذا باشه یا نه به این جور که شما کمپلت یه چیزی رو رزرو میکنید یا بوخن میکنید میگن پاوشال قایزه نخ اگبن. ایگیپتن یعنی چی؟ یعنی مصر مصر به آلمانی میشه اگیپتن بیشتر مواقع البته فعل بوخن در حالت گذشته استفاده میشه چطور؟ من میگم که من یک پرواز رزرو کردم درسته؟ شما بعد از اینکه کار رزروتون رو انجام دادید یا یک جا رزرو کردید یا یک سفر یا یک هتل میخواید اعلام کنید بیشتر مواقع این فعل حالت پرفکت استفاده میشه حالا میخوام بگم که من یک پرواز به شهر وین رزرو کردم یا گرفتم حالا منظور از رزرو کردن این, این نیستش که شما رزرو بکنید و پولش رو ندید بعدم بدید بلکه همون که شما یه تیکت رو میخرید و در اصل تیکت رو دارید هم به نوعی تو آلمانی بوخن میگن یا همون رزرو کردن ich habe einen flug nach wien gebucht توی زبان آمیانه Ich هابه رو میتونید بگید ich هاب ایش hab einen Flug nach Wien gebucht. Wien همون وین هستش. دوستانی که تو دو اتریش هستن یا استقاش صد درصد بهتر از اونایی که تو آلمان هستن شاید اسم شهر رو بلد باشن. Ich هاب einen Flug nach Wien gebucht. من یک بلیط هواپیما برای وین گرفتم یا رزرو کردم. به همین شکل آدم میتونه یک تعطیلاتی رو رزرو کنه یا یک تعطیلات بگیره درسته ich habe für nächste woche einen urlaub gebucht ich habe für nächste woche einen urlaub gebucht پس میبینید که در حالت پارتیسیپ 2 فعل بوخن میشه gebucht gebucht. ich habe für nächste woche einen urlaub gebucht من برای هفته بعد یک اولاب یا همون سفر تعطیلات رزرو کردم حالا میرسیم به فعل آب بوخن. اب بوخن به معنای این هستش که پول از حساب برداشته میشه. درست مثلا شما تو حسابتون پول دارید 100 یورو دارید ما 20 تاش کم میشه میگیم که 20 تا شده یعنی چی؟ یعنی از حساب برداشت شده پول رو برداشتن. به همین شکل میتونم بگم که پلیس پول جریمه رو از کارت آبربانک من یا کارت اعتباری من برداشت کرد پلیسای بخت بوسگلد فون اتسی کارت اب فعلمون ترنبا هستش درسته جمعه زمان حاله بوخن میمونه صرف میشه بالا در اول درس با هم صرفش کردیم و بوسگلد به معنای جریمه هستش بوسگلد دقت کنید دوستان شاف اس که در از حرف سوم هستش بایستی شما مدل شارف اس بنویسید شارف اس در اصل دو تا اس هست ولی به این معنی نیستش که شما میتونین به جای شارف اس دو تا اس بنویسید به همین شکل برعکسش هم هست مثلا فعل موس که ام او و دوپل اس هست در زمان قدیم با شارف اس نوشته می شده یعنی به جای دو تا اس شارف اس می ولی الان دیگه نمی و اشتباه اگه بنویسید پلیسای بخت بوسگلد فون اتس کارت اپ کارت همون کارت های در از کارت های بانک شما هستن که تو بانک های مختلف یه کارت بهتون میدن که میتونید پول برداشت کنید به اینها میگن اتس کارته پس پلیس پول جریمه رو از کارت من اب بوخن کرد درسته یعنی اپ حسابو در از پول جریمه رو از حساب من برداشتش دی بانک هات دن بتراگ فون مینم کونتو جملهمون زمان پرفکت هستش پس پرفکت آب بوخن میشه آب گبوخت با هابن میاد میگم بانک مبلغ رو از حساب بانکی من برداشت کرد دی بانک هت دن بتراگ فون مانم کونتو آب گبوخت کنتو یعنی همون حسابای بانکی تون فون اومده بعدش داتیو میاد بتراگ یعنی مبلغ حالا منظور از این بتراگ میتونستم اسم در اصم مقدار مبلغم بگم به طور مثال میگفتم دی بانک هد سین ایرو فن منم کنتو ابگبوخت یعنی پول از حساب من برداشت کرد حالا جمله رو میخوام با پسیو بگم میخوام بگم که 100 ایرو از حساب بانکی من برداشت شده است چه کسی انجام داده؟ نمیدونم یا نمیدونم یا مهم نیست مهم اینه که 100 ایرو از حساب من کم شده در اینجور مواقع جمله رو با پسیو میگن درس های پسیو رو میتونید در وبسایت dochperzishtv.com به صورت کامل چند درس هستش مشاهده کنید و کامل با مبحث پسیو یا همون جملات مجهول یا جملاتی که فاعل یا کننده کار درش نیست آشنا بشید این جمله میبینید که با زاین اومده آخر جمله هم پارتیسیپ میاد و آخر آخرش هم وردن میاد 100 اورو اس فون مانم 100 Euro ist von meinem Konto abgebucht worden. در از ما جملهمون فورگانس پسیو هستش با حالت پرفکت تو درس پسیو کامل بهش پرداختیم دوستان تو سا... تو, سا... تو سایت یه قابلیت هست شما میتونید در قسمت جستجو اسم اون درسی که میخواهید رو وارد کنید و درسش راحت میتونید پیدا کنید و مشاهده کنید. 100 Euro ist von meinem Konto abgebucht worden. دو جمله بعد میگم که پول پر پول بلیط های هواپیما در چند روز آینده از حسابم برداشت خواهد شد یا برداشت میشه The Flugpreis wird in den nächsten Tagen von meinem Konto یا Bankkonto abgebucht. جمله من حالت پسیف هستش. The Flugpreis wird in den nächsten Tagen von meinem Bankkonto abgebucht. خب از کجا فهمیدم جمله پسیو و جمله برای فوتور نیست چون آخر جمله پارتیسیپس بای اومده درست وردن اومده و زمان در از پسیو زمان حال هستش The flugpreis wird in den nächsten Tagen in den nächsten Tagen یعنی در روزهای آینده von meinem Konto abgebucht. بله دوستان رسیدیم انتهای این درس امیدوارم اختلاف معنی یا معنی های این دو تا فعل براتون روشن شده بوده باشه سوالی که دوستان بود فعل بوخن و اب بوخن من درس ها رو سعی میکنم بر طبق خواسته های شما عزیزان همیشه فراهم بکنم شما هم اگر میخواید راجع به فعلی و یا گرامر آلمانی یا هر چیز دیگه ای که مرتبط هستش بیشتر یاد بگیرید میتونید در کامنت ها در سایت در سایت دوش در قسمت کامنت ها بنویسید من حتما خواسته های شما دوستان خوبم رو مد نظر قرار خواهم داد تا درس آینده خداحافظ دوستان